من بعد از اینکه پدرم اومد عراق، چون کسی نداشتیم، پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم تو یکی از روستاهای بورژان زندگی میکردم. تو روستا هم ترکمنی صحبت میکردن. منم با بچه‌هایی که بازی میکردم نمیفهمیدم زبانشون، نمیتونستم صحبت بکنم. میفهمیدم اما نمیتونستم صحبت بکنم. بعد یه روزی بچه‌ها میشینم که بچه‌ها میگن که هوایی نداشته باشین، که پدر مادر نداره، بچه یتیمه، به چیزی نگین. ولی روز من از مادر بزرگم پرسیدم پدر مادر من کجان؟ گفت که من مادرتم، بابا بزرگم باباته. بعد گفتم اگه بابامی، اگه تو مادرمی، پس چرا تو میگم مادر بزرگ؟ من دیگه داشت دیگه هم داشتم، گفتم پس چرا داشتم پیش ما نیست؟ که اونجا بود که بسا بوهایی برده بودم که من دیگه پدر مادر ندارم، که اصلا اونجا بود که احساس خیلی سنگینی میکردم. بعد یه ذره که بزرگتر شدم متوجه میشدم که مادر بزرگم هم رادیو مجاهد گوش میکنه، و اونجا بود که ازش میپرسیدم رادیو مجاهد واسه چی گوش میکنه. میگفت که میخوام خبری از بابات داشته باشم، که ما تو خونمون مستمر مادر بزرگم رادیو مجاهد گوش میکرد. با اونجا بود که اصلا با صدای مجاهد آشنا شده بودم، و حتی اونها هم نمیدونستن که پدرم مجاهده. مادر بزرگم که از پدرم تعریف میکرد، از داستانهای از خاطرات زمان قبل از انقلاب میگفت، که قبل از انقلاب میگفت که پدرت با همراه با دوستاش در تظاهرات ها شرکت میکردن، جزوه پخش میکردن، کتاب میخوندن و فعالیت هایی میکردن در زمان شاه. که من اونجا بود که تصویری که از پدرم داشتم یه آدم انقلابی که به صدا از همه چیزش گذشته واسه هدفش و آرمانش. سال چهارم ابتدایی بود که اومدیم با مادر بزرگم و پدر بزرگم اومدیم بجنور. بعد از همین ابتدا که میخواستم برم کلاس دبستان، میخواستم برم، مادر بزرگم گفت که وقتی رفتی کلاس آدم ازت پرسیدن که بابا چه کار است، یه اونه مجاهده که ما رو اذیت میکنن. من مثلا تازه اونجا فهمیدم که اسم مجاهدم جرمه. بعد تو کلاس هر کی از من میپرسید که بابا چه کاره است، میگفتم بابام نمیدونم کجاست، یا میگفتم تو روستا است. اما بعد که بزرگتر شدم که عموامو اذیت میکردم به خاطر اینکه پدرم مجاهد بود در گزینش دانشگاه اینا، تازه فهمیدم که پدر کلمه مجاهد بودن و خود اصلا کلمه مجاهد چه عواقبی در رژیم داره. که سال 77 بود که رژیم من اولین بار صدا کردم واسه حراست آموزش پرورش. اولش من گفتم حراست من چیکار داره با من؟ بعد که رفتم اونجا و دیدم نفر وزارت اطلاعاته، از من سوال جواب میکنن در مورد پدرم، اینکه پدرت کجاست، از پدرت چه خبر داری. بعد میگم که ما میخوایم اشتباهات گذشتگانمون در مورد شما جبران کنیم. و این بازجویی ها وقت به وقت ادامه داشت. میمونم خونم، ازم سوال جواب میکردن. من میگفتم آدرس دادم به من یه بار که بیا اونجا سر بزن، باهات کار داریم. که مستمر میگفتن که ما میخوایم اشتباهات گذشتگانمون در مورد شما جبران کنیم، میخوایم بهت کمک کنیم. یه روزی زمستون بود، چون روستام برف بودم، خیلی هوای سردی بود. بعد یه روز دیدم مادر بزرگم خوشحال شد، یه جیغ کشید. گفتم چی شده؟ بعد گفتش که سیف شیرنی آورد. بعد گفت هیچ بابا زنده است. من هم که تو رادیو مجاهد اسم بابا گفته بودم. بعد این رفت شیرینی گرفت. بعد هم تو هم سرما رفت به این همسایه همون آشنامو شیرینی داد. از این بابت که چون پدرم زنده بود، شیرینی بود که پدرم زنده است. بعد
از اینجا بود که مثلا مادر بزرگم یواشاش داشت اسم مجاهد رو به من مثلا میفهمیدم اسم مجاهد تو خودم بود زیاد چیز شده بود که بابا مجاهد اینا. بعد یه روز تو دبیرستان که بودیم خیلی بابات کجاست من خیلی تحت فشار بودم بگم بابام کجاست سخت بود که برام بگم چرا بابام مثلا اینکه بگم بابام مجاهده بود برام سخت باشه بعد مادر بودم محسن از دوستان بابام تعریف میکرد اگه جوانا به قلب بیداد بزنن با هم دیگه اسمشو فریاد بزنن اونی که کوه مرده اسطوره نبرده دوباره برمیگرده دوباره برمیگرده